و در گزارش سینمایی بهنام ناطقی نگاهی داره به The Big Short، کمدی جدیدی با شرکت براد پیت که اکران همگانی اون از جمعه همین هفته شروع میشه. Michael, how are you? I found something really interesting. عوامل بزرگترین بحران مالی قرن که به سقوط شرکت‌های بزرگ در آمریکا انجامید و اقتصاد بین‌المللی را تا آستانه سقوط پیش برد، تا کنون در کمتر فیلمی به تصویر کشیده شدند. کارگردان ادم مکی برای ساختن فیلم سلفخری بزرگ از کتاب پرفروش نویسنده مایکل لوئیس بهره گرفته که معاملات عظیم سرمایه‌گذاری روی بسته‌های چند صد میلیارد دلاری وام‌های مسکن را به زبانی ساده تشریح می‌کند. First thing that really helped me get down the rabbit hole and understand. تهیه کننده و بازیگر براد پیت میگوید هنوز از بحران مسکن که طی اون میلیون ها نفر خانه خود را از دست دادن عصبانی است و همچنین عصبانی است که مقامات بالا هنوز هم پاسخگو نیستند. تمرکز کتاب مایکل لوئیس و این فیلم بر معامله‌گران هوشمندی است که یکی دو سال قبل از بحران سقوط بازار مسکن را پیش بینی کرده بودند و روی سقوط ارزش سهام شرکت‌های دست‌اندرکار میلیاردها دلار سرمایه گذاشتند و تنها کسانی بودند که از ورشکستگی دیگران میلیاردها دلار سود به جیب زدند. I think the moral conundrum is this. These guys. بازیگر استیو کرل میگوید معمای اخلاقی اینجاست که این چند نفر کاستی در نظام دیدند و روی آن سرمایه گذاشتند، ولی برنده شدن آنها به معنی بی خانمان شدن و ورشکستگی میلیون ها نفر بود. تناقض اخلاقی در این است که اینها قهرمانان این داستان هستند، ولی قهرمان هایی که چندان هم خیرخواه نبودند. کارگردان ادم مکی که کارش ساختن کمدی های مشنگ است، در این فیلم از زبان طنز استفاده کرده، ولی منتقدها فیلم رو ستایش کردند چون برای کسانی جذاب است که از جزئیات گیج کننده معاملاتی که به سقوط مالی عظیم انجامید هیچ آگاهی ندارند. Not going to be able to refinance on all my loans. What do you mean all your loans? I have 5 houses and a condo. مرسی بهنام برای این گزارش. 7 سال از بحران مالی موضوع این فیلم میگذره و حتی همون موقع هم خیلی ها متوجه نبودن که سرچشمه اون از کجا شروع شد. یکم توضیح درباره اینکه چطوری آشنا بشن با این فیلم خیلی بهمون کمک میکنه. بله، سرچشمه این بحران در این بود که شرکت های عمده وال استریت یا همون بانک های سرمایه‌گذاری وام های مسکن رو که بانک های دیگه با گرفتن وثیقه از صاحب خونه ها به اونا داده بودن، در بسته های بزرگ ده ها میلیارد دلاری اینا رو جمع میکردن و به صورت اوراق سهام در می آوردن برای فروش به سرمایه گذارها. و خب ظاهر قضیه هم می بیند چون این وام ها با داشتن وثیقه ملکی سرمایه گذاری های مطمئنی به نظر می رسیدن که حتی شرکت های بیمه هم راحت اونا رو بیمه میکردن. اما وام مسکن دو تا مشکل داره. یکی اینکه وام گیرنده ممکنه قسطاشو نده و وثیقه رو دست وام دهنده باد کنه. دومی که ارزش وثیقه خودش ممکنه از ارزش وام پایین تر بیفته که در این صورت دیگه وام گیرنده علاقه نداره اقساط بقیه اقساط رو به بانک بده و وثیقه هم بی ارزش میشه برای بانک. وقتی بانک ها وام ها رو الکی و بدون بررسی توان وام گیرنده داده باشن، خود به اجرا گذاشته شدن این وثیقه ها باعث سقوط ارزش مسکن میشه و خلاصه به بحران تبدیل میشه که چون بحران از خودش تغذیه میکنه و این بحران هی بزرگتر میشه. اما بهنام، شخصیت های این فیلم چی کار کردن؟ چطور به قهرمان کتاب لوئیس و این فیلم تبدیل شدن؟ خب در حالی که شرکت های بزرگ میلیون ها دلار از سهام این بسته های سرمایه گذاری دارای پشتوانه مسکن رو می خریدن، این چند نفر اومدن اون سهام رو شورت کردن، یعنی روی سقوط اون شرط بندی کردن. خب بی جهت نیست که تا به حال فیلمی در این باره ساخته نشده، چون توضیح جزئیات مشکل پیچیده و خیلی کسل کننده میشه. درسته. و همین دو ماه پیش یه فیلم داشتیم، فیلم 99 خانه از هنرمند ایرانی تبار سینمای آمریکا رامین بهرانی، که همینجا مطرحش کردیم که تمرکزش رو قربانی های بحران بود. اون خانواده های مسکن باخته که به ناچار پناه برده بودن به اتاق های کوچیک و هتل های ارزون. اما کاری که در فیلم The Big Short کردن این هستش که ضمن اینکه فیلمش کمدی هست، هر چند دقیقه همه چیز یهو وامیسته و یه شخصیت جانبی مثلا مارگو رابی هنرمند خوشگل فیلم گرگ وال استریت یهو میاد نشسته بین کف صابون تو وان حموم با یه بطری شامپاین و توضیح کوتاهی میده در مورد مثلا
اصلا معامله‌ای که در مورد بحث در صحنه قبلی بوده. اما انتقاد اگه بشه گفت، انتقاد اینجاست که نقش شخصیت‌های گرگ‌صفتی که از ورشکستگی دیگران پولدار شدن رو هنرمندانی مثل استیو کرل یا براد پیت یا کریستیان بیل بازی می‌کنن و اینها به قدری در کار خودشون استاد هستن که تماشاچی خواه‌ناخواه طرف اونها رو می‌گیره. بهنام، روز خوبی داشته باشی در نیویورک. مرسی پریسا.